این خطبه نورانی وجود مبارک پیامبر در آخرین جمعه ماه شعبان که اون خطبه معروف هست به عنوان خطبه شعبانیه، حضرت فرمود ماه رمضان ماه آزادسازی است. همینه حضرت فرمود خیلی ها هستن که در اثر ارتکاب گناه، حالا به حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، حق در ذمه اونها هست، ادب نکردن. حقوق الهی دو جوره، یه وقت در دنیاست اگه کسی بیراه رفته خلاف کرده و بی دستگاه قضایی است و حدود شرعی است، این برای نظم جامعه است. اما خدا که بخواهد در برابر این حقوق داوری کند، خود انسان را به زندان میبرد، نه وثیقه قبول میکنه، نه آزاد میکنه، نه زندان قصر و ابین و قزل قصر، تو خونه آدم زندانی میکنه. یعنی چیز زندانی میکنه؟ این که میرید بعضی میگن من نمیتونم ترک کنم، یعنی من شو تو زندانه دیگه، یه بست. این بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا در آخرین جمعه ماه شعبان که فرود ماه ماکشم از آن را دریابید. ان انفسکم مرهونتون به زنوبکم ففکوها به استغفارکم. یعنی چی؟ اگر کسی گناهی کرد، خلافی کرد، بر خلاف قرآن عمل کرد یا بر خلاف دستور ائمه علیه السلام که از خدا عمل کرد، بدهکار است. وقتی بدهکار شد باید گرو بدد دیگه. در محاکم دنیایی خانه را، زمین را، ملک را وثیقه قبول میکنن، اما خدا هیچ وثیقه قبول نمیکنه مگر خود انسان را گرو میگیره. اینه که میرید شخص برای او خیلی سخت است که آزاد بشود، برای بیان نورانی حضرت فرمود ان انفسکم مرهولتون. رهن یعنی چی؟ به چی میگن رهن؟ اگه کسی بدهکار است خانهش رو رهن میداد دیگر. فبود شما بدهکار بودید، خود شما رو خدا رهن گرفت، نه خانه شما رو. خدا که خانه قبول نمی کنه. حضرت همود ان انفسکم مرهولتون به زنوب ففکوها به استغفار کن. خب کسی که خلاف کرده، معصیت کرده، بدهکاره دیگه. این بدهکار باید رهن بده، گرو بده. چی رو گرو بدم؟ فرمود خود آدم رو گرو قبول میکنه. بیایید در ماه رمضان فک رهن کنید. ففکوها به استغفار کن. استغفار همان است که بیاد خدا یا من آمدم. این راه برای همیشه واضحه. هیچ کس نیست. این همه مشرکین و بتپرستان حجاز سالیان متبادی کعبه را بتکده کردن، این هم بتها رو میذاشتن تو کعبه، بعد آمدن گفتن خدایا آمدیم، خدا قبول کرد. چیجوری ما را قبول نمی کند؟ یکی شده سلمان، یکی شده ابوذر، یکی شده عمار، یکی شده مقداد. خب همه ای را بتپرست بودن دیگر. این خداست. کدوم گناهی که خدا قبول نمی کنه؟ کدوم شخصی که خدا قبول نمی کنه؟ حتی کلمه استغفرالله لازم نیست، رو به قبله بودن لازم نیست، دعا خوندن لازم نیست. اینا تشریفات است، مستحب است البته، اینا رو بگیم ثواب بیشتری دارد. اما با یه اراده تخلف ناپذیر، خدایا آمدم، چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا می پسندد. کی رفته که خدا می کنید؟ خب ما درست بد کردیم و می کنیم. این همه مشرکی ساریار متمادی با پیغمبر جنگیدن، بعد در سهم فتح مکه فهمیدن، گفتن ما نفهمیدیم، ایمان آوردیم، قبول شد. خب کسی عمری بود پرستی بکند، بعد بگد استغفر الله و اسأله و توبه، خدا قبول میکند. هل اسلامو یجب با ما قبله، ما را قبول نمیکند. یعنی چی؟ خب
خب همه این اصحاب پیغمبر اونا که جوانها که بعد دنیا آمدن هیچ، اما غالب اینها بت‌پرست بودن دیگه. همه خدا چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه به دست و پا می‌بزد؟ ای بدیر،